خب دوستان عزیز سلام عرض میکنیم خدمت همگی. واقعیت عذر میخوام از این که مجبور شده میوت بکنیم، منتها نمیدونم یه امتحانی بکنیم ببینیم چجوریه. آقای باقری نظرتون چیه؟ صدا رو باز بذاریم برای افراد تا حالا شروع جلسه؟ والا با شرایطی که الان هنوز داریم ادمیتا رو میزنیم میخوان یه دقیقه صبر بکنید بذارید ادمیتا تمام بشه، چون هنوز دارن اضافه میشن. بعضی از دوستان چون آشنا نیستن با سیستم و دعوت شدن صداهاشون رو باز نگه میدارن، بعد میتونید شما باز بکنید. حالا یه صحبتی با بچه‌ها آخر جلسه داشته باشیم، یعنی قبل از اینکه حالا آقای دینین بیاد بعد وارد بشن. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، ببخشید اوکی یکم حسش خوب نیست زمانی که بقیه نمی‌تونن صحبت بکنن. خب حتی ادمیت تموم بشه، چون زمان ادمیت های مقدار سخته که همه بعد ادمیت باشن، بعد دیگه اوکی میشه. اوکی بعد صورت خوش آمد. یه نکته دیگه هم بگم، بعضی از دوستان تو پایان صفحه اگه نگاه بکنید هنوز صداهاشون وصل نشده. دوستانی که دعوتی داشتن لطفاً کمکشون بکنید که صداهاشون رو وصل کنن، چون تصویر ما رو دارن ولی صدایی از ما ندارن. تعداد زیادی از نفرات رو میبینم پایین صفحه که صداهاشون وصل نشده. اگر دعوتی دارید لطفاً از الان تا آقای دینی نیامده باهاشون چک بکنید که بدونین مطمئن بشید از اینکه صدای جلسه رو دارن. اوکی عالی. خب سرعت ورودی خیلی زیاده آمیزم. یعنی تبریک میگیم و اینکه خوش آمد میگیم خدمت همه دوستان. ما حدودا نیم ساعت دیگه تا 45 دقیقه دیگه آقای دینی رو خواهیم داشت تو جلسه. الان ایشون توی جلسه در واقع دیگه هستن، همزمان با این جلسه با آقای ایلهان دوغان، در واقع یکی از نتورک‌های بزرگ دنیا که جدیداً ایشون بنیانگذار شرکت فروی هستن. آقای ایلهان دوغان و در واقع شرکت فروی تقریباً یک هفته 10 روز پیش اگر خبر رو داشتید به شرکت جنس در واقع ملحق شدند و به عنوان یک دیستریبیوتر مشغول فعالیت شدند، مثل همه افرادی که حالا توی جنس مشغول هستن. و در واقع این چند روز هر روز جلسه وبینار تیمی داشتن که امروز فکر کنم روز آخرش باشه و حدودا نیم ساعت تا 40 دقیقه دیگه تموم میشه جلسه ایشون و به ما خواهند پیوست. اما ما توی فرصتی که داریم یه سری صحبت‌ها رو خواهیم داشت به زبان فارسی و زمانی که ایشون بیان فارسی انگلیسی سعی خواهم کرد من ترجمه بکنم و یه سری اطلاعات از ایشون راجع به تجربه خودشون در زمینه نتورک مارکتینگ و اینکه چه اتفاقاتی براشون افتاد. حالا یه چند تا سوال من آماده کردم با مشورت دوستان که از ایشون خواهیم پرسید و ایشون در واقع تجربه خودشون رو خواهند گفت. به شکل کلی سوالات طراحی شده که این جلسه بتونه واسه همه مفید باشه. میدونم که دوستانی داریم که از شرکت‌های دیگه مهمونمون هستن، ضمن خوش آمد گویی به اونها خیلی خوشحالیم که در واقع ما هم به عنوان بخشی از نتورک حالا کشورمون، اگرچه تیم بلو هوپ گستردگی بالای 40 تا کشور داره ولی به هر حال خیلی از دوستان حالا همه فارسی زبان هستیم تقریبا و خب خیلی ها تو ایران هستن، بنابراین یک نماینده کوچیک ما هم از ایران و به زبان فارسی سعی داریم میکنیم که نتورک رو توی دنیا و برند نتورکر ایرانی رو توی دنیا بشناسونیم به همه. حق بچه‌هایی که توی ایران نتورک کار کردن، حالا از زمانی که من یادم میاد توی شاید از سال 81-82 شمسی به این ور که به شکلی درگیر نتورک بودم، من افراد زیادی تو ایران هستن، افراد زیادی هستن که فوق العاده قوی هستن، فوق العاده لایق هستن، منتها حالا به هر دلیلی، به دلیل شرایط شرکت ها یا حالا شرایط کشورمون یا حالا هر دلیل دیگه ای، در واقع شاید نتونستن اونجور که باید و شاید اسمشون توی دنیا بدرخشه. قطعا این اتفاق خواهد افتاد و این آرزو داریم برای تک تک بچه‌ها، چون واقعا میدونیم چقدر قوی کار میکنن، چقدر انگیزه دارن، چقدر استایل خاص خودشون رو دارن. و حالا با توجه به شناختی که باز هم من تو کشورهای دیگه داشتم، بیشتر از بقیه شاید همیشه دوست دارم ببینم که این افراد روی صحنه‌های جهانی، روی استیج آقای اریک وور یا حالا هر استیج دیگه که توی دنیا در واقع اعتبار نتورکر هست، اینها حضور داشته باشن. قطعا این اتفاق خواهد افتاد و ما هم به عنوان یک نماینده از همین جامعه دوست داریم که بتونیم این قضیه رو ما هم توش نقش داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم جلسه امروز زمانی که آقای دینین تشریف بیارن ما راجع به مسائل کلی نتورک مارکتینگ صحبت خواهیم کرد که برای همه مفید باشه. قطعا ایشون یکی از
بهشون میگن کریستیانو رونالدوی نتورک مارکتینگ. فکر میکنم خود این کافی هست که افراد بدونن چقدر در واقع میتونه حرفاشون مهم باشه. این شخص در واقع حدود 35-6 سالشه الان و 17-18-19 ساله که دارن نتورک مارکتینگ کار میکنن. از صفر مطلق شروع کردن، اولین ورودیشون رو بعد از 7 ماه گرفتن، 7 ماه کار کردن و در واقع اولین ورودیشون رو گرفتن و به قول خودشون میگه که من رفتم و یک کار دیگه پیدا کردم که بتونم هزینه های نتورک مارکتینگم رو در واقع پرداخت بکنم. بنابراین یکی از اون افرادی هست که حالا نمیخوایم بگیم کلمه شانسی رو نمیخوایم استفاده کنیم، ولی حداقل این مورد رو به هیچ نداشتن و فوق العاده تلاش کردن. معروف هستن به ماشین آلمانی، حالا جنس یا توی نتورک مارکتینگ به عنوان ماشین جرمن ماشین میشناسنش و خب فوق العاده مهم هست حرفای ایشون. و امروز در جایگاهی هستن که اولین تریپل دایموند خاورمیانه و اروپا هستن. خدمتتون عرض کنم که جدا از حالا جایگاهی که توی نتورک مارکتینگ دارن، به عنوان کسی که حالا کوچولو با ایشون در واقع کار کردم و با اخلاقیات ایشون آشنا شدم، یک فرد و یک انسان بسیار بسیار بزرگ هستن، فوق العاده با اخلاق. و این در واقع به هر اندازه که جایگاه نتورکیشون بزرگه، درآمدشون زیاده، این شخصیت رو شما توی ایشون می‌بینید. و خب کل تیم یونیتی گلوبال که تیم ایشون هست، جای جاش مشخصه این اثر این شخص که در واقع تکثیر شده و یک تیمی مبتنی بر ارزش‌ها ایجاد شده. یک ویدیو کوتاهی از ایشون هست که ما این ویدیو رو ترجمه فارسی کردیم و در واقع توی یوتیوب هست، افراد میتونن ببینن. تو اون ویدیو کامل توضیح میده که نگرششون نسبت به نتورک مارکتینگ چیه، اینکه ما دور هم جمع بشیم و ارزش‌ها رو در واقع بزرگ بکنیم. یکی از نتایجمون میتونه درآمد و پول و شهرت و همه مسائل باشه. واقعا این فرد برای هر کسی میتونه حرفاش در واقع مفید باشه. اما یک کوچولو راجع به شرکت جنس به شکل کلی، قطعا هدفم پرزنت جنس نیست به هیچ وجه اینجا، ولی تمام دوستانی که تو این جلسه حاضر شدن حقشون رو بدونن. شرکتی که به هر حال حالا ما داریم نمایندگیشو انجام میدیم، یه سری مشخصاتی داره. این مشخصات به شکل کلی که برای هر شرکتی خوبه و هر شرکتی تو این مسیر اگه باشه، به نظرم همون شاید همون نتیجه رو بگیره که جنس گرفته. و 3.5 سال تلاش ما جای جای دنیا توی جنس برای ما یه سری پیام ها داشته، برای ما یه سری برداشت ها داشته و من وظیفه خودم میدونم برداشت های خودم رو که حالا برداشت های تیم ما میتونه باشه، از شرکتی که باش کار کردیم به عنوان یک شرکت از دنیای بزرگ نتورک مارکتینگ در اختیار دوستان قرار بدیم که برای افراد دیگه هم میتونه مفید باشه. قطعا من اینو بازم تکرار میکنم، به هیچ وجه هدفمون تبلیغ جنس یا هیچی نیست. به احترام تمام افرادی که از شرکت‌های دیگه تو این جلسه هستن، من این رو گفتم که در واقع رعایت چارچوبی که باید باشه رو انجام داده باشم. بیرون از این جلسه خب افراد میتونن تا دلشون بخواد پرزنت و فالو انجام بدن. اما چند تا نکته توی شرکت جنس هست که بسیار بسیار مهمه و از دید افرادی که صاحب نظر هستن یا حالا افرادی که تجربه توی نتورک مارکتینگ دارن، این دلایل رشد این شرکته. به هر حال هر کسی تو هر شرکتی داره کار میکنه، یا حتی ما که توی جنس داریم کار میکنیم، باید سعی بکنیم این ارزش رو بازم بزرگترش بکنیم. خدمتتون عرض کنم یکی از نکات مهمی که وجود داره، دنیایی که امروز توی زندگی میکنیم یه دنیای خیلی خیلی سریع هست، هر روز داره عوض میشه، داره تکنولوژی جدید میاد توی دنیا و خب شرکتی که بتونه خودش رو ادپت کنه با تکنولوژی روز دنیا، با شرایط روز دنیا، خب موفق خواهد بود. یکی از نکات مهمی که توی جنس هست و خب به این معروفه واقعا، اینی که خودش رو با دنیای روز آپدیت میکنه. به محض اینکه بحث کرونا و پاندمی پیش اومد، تمام دوستانی که حالا در جریان هستن، بزرگترین جلسه آنلاینی که به 20 زبان در واقع لایف داشت استریم میشد توی دنیا برگزار کرد، که تو اون جلسه آقای تونی رابینز رو دعوت کردن و این شد یک رکورد تاریخی، یعنی هیچ وقت همچین ایونتی برگزار نشده بود. و هزینه زیادی رو کردن توی یونیورسال استودیو این کارو کردن. خب این نشون میداد که چقدر انگیزه دارن، چقدر در واقع جدی هستن سر اینکه هر چه سریعتر با دنیای جدید ادپت بشن. خب این ویژگی جنس هست و خب سیستم آنلاین رو توی دنیا فراهم کرده، برای همین به ماها این امکان رو داد. من
شخصا توی کل تیمم نمیدونم، اگر شاید الان دیگه 10 نفر 15 نفر رو از نزدیک دیده باشم، ولی واقعا بیشتر از 10 15 نفر رو توی تیمم ندیدم. و این کل این سیستم رو همه دوستانی که دارن کار میکنن جای جای دنیا آنلاین ساختن، و دلیل این که تونستیم این کار رو بکنیم اینه که تمامی زیرساخت‌های آنلاین کار کردن رو این شرکت فراهم کرده. به نظر من برای هر شرکتی توی دنیا این یک میتونه یک نقطه قوت باشه که بتونه این کار رو بکنه، و قطعا هم شدنیه. اما نکته دوم که نیاز هست همه ما تو هر شرکتی که کار میکنیم حواسمون باشه و این رو هر روز برای همدیگه توضیح بدیم و به بقیه بگیم، فلسفه نتورک مارکتینگ هست. خیلی ساده هر کسی میتونه تبدیلش به متخصص که یه شرکت واقعی رو از یه شرکت غیر واقعی تشخیص بده. دوستان نتورک مارکتینگ اومده تا تجربه شخصی من راجع به یک مسئله ای رو، حالا یک محصولی رو، من بیام با بقیه در میون بذارم، به خاطر خوبی اون محصول، به خاطر اون هیجان ذاتی که من از استفاده اون محصول میبرم، در واقع انگیزه من باید این باشه. چون یه سری از افراد سالها پیش در واقع تشخیص دادن که وقتی یک محصول ارزشمندی رو یه نفر استفاده میکنه، این شخص خدمتتون عرض کنم که هیجان داره و میخواد بره با بقیه صحبت بکنه. گفتن ما بیان این رو پشتش انگیزه مالی هم قرار بدیم، ولی ذاتاً این وجود داره. مثلا همون مثال معروف، شما میرید یه رستوران یه غذایی میخورید و حالا میرید راجبش با بقیه صحبت میکنید، حتی پولسانتی وجود نداره. برای این دلیل اصلی وجود نتورک مارکتینگ محصول ارزشمند بود، و محصول ارزشمند رو به جاش کلمه ارزش بذارید، ارزش. و توی نتورک مارکتینگ آدم ها ارزش ایجاد میکنن برای هم دیگه. در واقع نتورک مارکتینگ شروعش از یک محصول ارزشمنده، و هیچ چیزی جای یک محصول ارزشمند رو نمیتونه بگیره، هر چقدر که حالا براش قصه سازی بکنیم. محصول ارزشمند اولین در واقع قدم هست، و دومیش سرمایه گذاری ما آدما روی روابطمون هست. واقعا سرمایه گذاری ما روی روابطمون، کاری که جنس به شکل خیلی حرفه‌ای انجام داده. جنس یک محصول خاص رو ایجاد کرده، و در واقع محصولاتش هر کدوم ثمره زندگی، شاید ثمره 10 سال 15 سال 20 سال زندگی یه دانشمنده. همه این شده یک محصول جنس، و فارغ از جنس، خاص بودن محصول و اون ارزش کاملا جایگاهش مشخصه. بحث پلن خب قطعا یکی از دلایل موفقیت هست، و من شخصا راجع به پلن نظرم اینه، بارها گفتم، اینکه زمانی که شما میدونیم که توی سازمان ها فرهنگ اون سازمان خیلی مهمه، همه اینو میدونن، فرهنگ سازمان مهمه، و خارج از حتی نتورک مارکتینگ میگن اگر شما فرهنگ سازمانی خوبی نداشته باشید، هر استراتژی و تکنیک و تاکتیکی که داشته باشید، یک وعده صبونه اون فرهنگ غلط میشه، اون فرهنگ غلط تمامی استراتژی های شما رو از بین میبره. بنابراین حالا جمله انگلیسیش هست culture eats strategy for breakfast، یعنی فرهنگ سازمانی وعده صبونش همه استراتژی تیمته. منظور اینه که اگر فرهنگ سازمانی خوبی نداشته باشی، اون موقع استراتژی ها، تکنیک ها، تاکتیک ها، هر چیزی که بلدی، هر چقدر که نتورکری، این همه اینا توسط فرهنگ غلط سازمان در واقع از بین میره. ولی اگر فرهنگ سازمانی خوبی داشته باشیم، زمانی که ما تجربه بلو هوپ رو شروع کرده بودیم، به دلیل اینکه خب حداقل من به هیچ وجه نتورکر حرفه‌ای نبودم و نیستم، خیلی از افراد هستن که تو تیم خودمون از من خیلی حرفه‌ای ترن، ولی ذهنیتمون این بود، گفتیم یک فضای سالم ایجاد بکنیم که اگر کسی اومد که این کاره بود، اون شخص بگه آقا این میسن چی نتورک بلد نیست، ولی اینا آدم های خوبی هم، میشه باشون کار کرد، میشه باشون دوست بود، میشه باشون رفت آمد کرد، میشه باشون زندگی کرد. نتورک مارکتینگ بعد از این که محصول درستی بود، شرکت درستی بود، این سرمایه گذاری تو روابطمونه، بیام انقدر ارزشمند باشیم که روی روابط سرمایه گذاری بکنن آدم ها، و خب اون افراد در واقع میتونن حتی به ما یاد بدن. این چیزی بود که روز اول فکر کردیم، و من فکر میکنم یکی از نقاط قوتی که توی جنس وجود داره که از ذهن طراح به نظر من سرچشمه میگیره، اینه که یک فرهنگ بسیار بسیار قدرتمند، یک فرهنگی که با هیچ چیز عوضش نمی‌کنن، از اون روز اول شروع شده، و این باعث شده که یک بدنه قدرتمند از ارزش‌ها ایجاد شده باشه. خدمتتون عرض کنم خب قطعا مدیریت این افراد، تجربهشون، سرمایه‌شون، و حالا اینا قطعا مفید بوده که
در جای خودش اونها هم مهم هست. اما یک کوچولو راجع به ژنس من خدمتتون گفتم که حالا دوستانی که تو این جلسه از شرکت دیگه هستن یا حتی بچهای خودمون یه مروری داشته باشیم از اینکه این شرکت چی هست و چه ویژگی‌های خاصی داره. اما راجع به تیممون، راجع به تیممون هم یک کوچولو دوستان من توضیحات خدمتتون بدم. به هر حال تیم بلو هوپ به عنوان یک نماینده کوچیک، یک بخشی از جامعه نتورک ایران توی دنیا، تا حدود خیلی خوبی توجه ها رو به خودش جلب کرده. تا اونجایی که میدونید آقای اریک ورد شخصا پیام به تیم ما دادن و خب قبلش هم مورد توجه خیلی ها بودیم، پیام های جسته گریخته دریافت میکردیم و از تیم های دیگه توی جهان میومدن و خب دوست داشتن صحبت بکنن، دوست داشتن توی کانال ما باشن، دوست داشتن از تجربه ما استفاده بکنن و خب شاید خودمون هم نمیدونستیم که واقعا داریم چیکار میکنیم. ولی خب الان تو بازی که در واقع داریم سپری میکنیم متوجه شدیم که چه تفاوتهایی با نتورکرهای دیگه دنیا، با جامعه های نتورکری که توی کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن و کار میکنن چه تفاوتهایی داریم. یه بازی طول کشید، خصوصا تجربه شخص من توی به عنوان مترجم توی جلسات یونتی گلوبال، چون دیدم زبان‌های دیگه‌ای که اونجا میان، جوامع دیگه‌ای که میان و اتاق‌های خودشون رو دارن، روم‌های خودشون رو دارن، نحوه در واقع عکس العمل‌هاشون، برخوردشون با تیم کال‌ها، حضورشون، اون همون مطالب وقتی که دیدم متوجه شدم که حالا در واقع از لحاظ نسبی جایگاه ما کجاست و بعد متوجه شدم که چرا اونها جدی نگاه می‌کنن به ما. باید بگم که جامعه نتورکر ایرانی یکی از خاص‌ترین جوامع هست. فوق‌العاده این افراد دلیل دارن. توی نتورک مارکتینگ یکی از مسائل مهم دلیل آدم هست. آدم ها بابت داشتن پولشون نمیان توی نتورک پکیج خاصی بخرن، بابت داشتن دلیلشونه که شروع میکنن، بابت داشتن دلیلشونه که میمونن، تلاش میکنن، بها میدن. حالا با تجربه شرایط سختی هم که میدونیم بعضن توی کشور خودمون وجود داره، اما بحث دلیل چیزیه که شما تو جای دیگه دنیا به این راحتی پیدا نمی‌کنید. اوکی، یه کسی مثل آقای دنیل فایل قطعا دلیل داره، ولی این افراد در واقع خیلی کمن. شما تو جامعه نتورکر ایرانی می‌بینید افراد خیلی 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 بیشتری رو که اینها واقعا دلیل دارن. من واقعا به همین میتونم تمامش کنم. این آدما عجیب غریبن، درونشون یک انرژی، یک چشمه، یک آتش فشان هست و این چیزی که شما جای دیگه نمیبینید. خانم استفانیا در واقع توی جلسه‌ای که با مصر داشتن و من هم حالا تو اون جلسه بودم، به مصریه گفت میدونید دوتا دابل دایموند توی مصر هست که دارن خاورمیانه رو در واقع میترکنن اصطلاحاً، ولی همیشه من تو ذهنم اینه که کی نتورکرهای ایرانی میان و به اینا نشون میدن که چقدر اینا قوی ترن. خانم استفانیا گفتش که ما تو ایتالیا محصول یه هفته دیر میرسه، کلن دیگه نمیدونیم چیکار کنیم با این آدم ها، از بس اعتراض میکنن و اصلا هیچی بعد از اون متوجه نمیشن محصول ما چرا دیر اومده. یک هفته، حالا تو جریان کرونا بود، شما چجوری توی مصر 4 ماه محصولاتشون نرسیده؟ من اصلا متوجه نمیشم. و فردی بود اونجا که در واقع لول امرالد گرفته بود، امرالد یک لول قبل از دایموندیه و هنوز محصولاتش مصر رو در واقع تیمش ندیده بود و بهش گفت دلیل داریم ما. دلیل، اینجا آدم ها دلیل دارن و من مطمئنم که نتورکرهایی که توی ایران هستن دلایل خیلی 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 بزرگتری دارن. واقعا آرزو دارم یه روزی جایگاهی که براشون توی دنیا وجود داره روی استیج آقای اریک ورد یا هر کس دیگه که به عنوان منبع نتورک دنیا بهش باور دارن، بهش اعتقاد دارن، امیدوارم اونجا جایی که حقشونه ببینیمشون. تیم بلو هوپ دوستان نوامبر 2018 ما شروع کردیم. نوامبر 2018، شاید ابتدای 2018 شخص خود من توی ژنس وارد شدم، حالا همون حدودا، ولی تا خودمون رو پیدا بکنیم یه زمانی برد. اما اولین ویدیویی که ما از آقای دینیان فایر و خانم استفانیا لوگاتو، این دو نفر زن و شوهر جز 10 تا درآمد اول نتورک مارکتینگ جهان هستن، اولین ویدیویی که ما از این افراد دریافت کردیم 5 نوامبر 2018 بود. و تو این ویدیو که دوست دارم این رو با دوستان در واقع شیر بکنم و با هم ببینیم این ویدیو رو، خدمتتون عرض کنم که در واقع اسم تیم ما رو برای اولین بار، اسم تیم بلو هوپ رو برای اولین بار این دوستان عنوان کردند که من میخوام این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. دلیلش این هست که
شاید مسیری که تیم بلو هوپ تو این سه سال و نیمی که حالا اولش اسم بلو هوپ ما نداشتیم، از شاید اواسط 2018 به بعد این اسم انتخاب کردیم به اتفاق دوستان، از اون بازه تا خدمتتون عرض کنم امروز، خب تجربه های بالا پایین زیادی رو ما سپری کردیم و یه داستانی داریم و این داستان میتونه برای هر کسی در واقع مهم باشه و میخوایم اون داستان رو خیلی خلاصه در قالب دو تا ویدیو برای دوستان پخش بکنم اینجا. برای خودم خیلی جالب بود این مسیر، این شروع و اینجایی که امروز هستیم. میدونم برای همه میتونه، برای همه اون کسانی که اهل تلاش و کوشش هستن، هدف دارن، ویژن دارن، میدونم برای همه اونا میتونه فوق العاده انگیزه مند باشه. بنابراین ازتون اجازه میخوام که این دو تا ویدیو رو براتون پلی کنم. امیر جان اگه نکته ای رو میخوای در واقع بگی تا من ویدیو رو از روی اینستاگرام پلی کنم. خدمت عرض بکنم، اولا که سلام عرض بکنم خدمت همه دوستان. من بیشتر از هر چیزی هیجان زده تعداد ورودی هایی هستم که تو جلسه دارن وارد میشن. امیدوارم که همیشه همین شکلی باشه. ولی که اینکه اجازه بده که اگر قرار باشه نکته هم بگم بعد از اجرای ویدیوها باشه که کامل توضیح بدیم. اوکی. فقط مجددا اعلام میکنم تو گروه نکته فقط این باشه که خیلی از دوستان هنوز نه صدای ما رو دارن نه صدای ما رو نمیشنون، لطفا کمکشون بکنید، چون قطعا مطمئنم که مهمونای زیادی رو داشتید و الان صدای ما رو ندارن، صدای جلسه رو ندارن. اگر روی قسمت نفراتی که توی صفحه هستن مشاهده بکنید، پایین صفحه تعداد زیادی هستش که صداشون وصل نشده. به این دوستان کمک بکنید بیشتر از هر چیزی شاید مهمتر بشه. اوکی. منم 500 نفر آقا میسم. عالی. ظرفیت 500 نفره دیگه، بالاتر از اون نمیشه دیگه. نه فکر میکنم ظرفیت 500 نفر تمام شد. ظرفیت یک کوچولو دیگه به من اجازه بدید دوستان که این ویدیو رو براتون پلی کنم. میدونم برای تمام کسانی که توی نتورک مارکتینگ دارن فعالیت میکنن این ویدیو و این دوتا ویدیو میتونه فوق العاده مهم باشه. درود و وقت بخیر برادر میثم عزیز. سلام. شما دانیل جان شما اید؟ نه فکر کنم بقیه بچه‌ها میتونن صحبت بکنن اگر اینجوریه. نه خب من شیر میکنم این ویدیو رو دوستان با شما. خب دوستان این ویدیو که با هم خواهیم دید اولین ویدیویی هست که ما از آقای دینیل فایر و خانم استفانیا لوگاتو داشتیم. تو این ویدیو که این دوتا عزیز برای ما فرستادن، اون زمان اسم تیم ما خب به هر حال بلو هوپ تیم بود به معنای امید آبی و نکته‌ای که تو این ویدیو هست و برای خودم و مطمئنا برای تمامی افرادی که توی بلو هوپ هستن بسیار جالب هست این که اسم تیم ما رو هم حتی اینها نمی‌دونستن و دقیقاً سه نفر تو این ویدیو هستن، آقای دینیل، آقای خانم استفانیا و آقای مراد، که این سه نفر که خب حالا من مستقیم حداقل با آقای مراد و خدمتتون عرض کنم آقای دینیل در واقع صحبت می‌کردم، اونطور حتی اسم تیم ما رو همین این دوستان نمی‌دونستن. نقطه شروع کار در واقع تیم ما این بود و من می‌خوام این رو در واقع پلی بکنم تا ببینید. This is Daniel, Double Diamond Director, and Stefania Logato, Double Diamond Director. And we want to just extend our wishes to the blue team. در واقع اینجا میگه we want to extend our wishes to the blue team. به جای blue hope team میگه blue team، تیم آبی. و حتی حالا این آقای دینیل بودن. All the best from us. We know you're doing an amazing job. You're not alone. We're with you. We're always watching. And we want you to succeed. We want you to reach your dreams and get to the top. Congratulations for all the great work. We know that you're gonna crush it. Blue team. آقای مراد اینجا بازم گفتن blue team. Amazing blue team. Congratulations. در واقع اسم بلو تیم رو
در واقع بلو تیم گفتن و این نقطه شروع ما بود دوستان، نوامبر در واقع 2018 و تا اینکه هفته پیش ما ویدیوی از خدمتتون عرض کنم که آقای اریک ورب دریافت کردیم که این ویدیو رو هم با هم تماشا میکنیم و این 2 سال و 5 ماه بعد از اون ویدیو هست. Blue Hope Team, what's up? Blue Hope Team, what is going on? This is a moment you will not believe because this is a special video for you with a special greeting from this man. Blue Hope Team, what's up? Damien's talking to me about how amazing you guys are and how you're busting out and how you're like the future of the company, how you're going to break all the records. So I just wanted to say hello and congratulations on your success, but you're just getting started. You've got another gear, so go after it. Can't wait to meet you sometime soon and crush your goals. How about that? امیدوارم که این داستانی که در واقع تک تک بچه‌هایی که توی بلو هوب کار کردن تا امروز، قطعاً تمامی کسانی که روز اول با هم شروع کردیم، تمام کسانی که الان هستن، تمام کسانی که به هر دلیل ادامه ندادن، همه اونها سهم دارن و یک داستان کوچیک هست از این که میشه واقعاً میشه رقم زد. فکر کنید از کجا، از جایی که شاید افرادی که مستقیم دارید باشون کار میکنید حتی اسم تیمتون رو نمیدونن، قطعا اونها آدم های دوست داشتنی هستند و ما خیلی کمک کردن این سر جای خودش، ولی همین که در واقع از اون متوجه میشید که ما چه جایگاهی داشتیم و تا روزی که خود آقای اریک فور که در واقع یکی از منابع معتبر این صنعت هستن خودشون ویدیو میدن و کلمه بلو هوب تیم رو به زبون میارن و این اتفاق رو هم میخوره، 2 سال و 5 ماه طول کشید. این داستان اگر بخوایم خیلی ساده بگیم که به چی میشه ربطش داد، خب ما سعی کردیم یه تیمی بسازیم بر مبنای ارزش‌ها. خب یکی از ارزش‌ها واقعا بحث آموزش بوده. ما توی تیم سعی کردیم آموزش داشته باشیم، از روز اول بحث آموزش رو جدی گرفتیم، رشد خیلی خیلی کوچولویی داشتیم، یعنی سرعت رشد خیلی پایین بود و من یادمه که دایرکتم امین آقا یه روزی اومد با هم صحبت میکردیم، گفتش که میسم 6 ماه پیش من یه نفر رو پرزنتش کردم توی شرکت دیگه یه کار میکنه و اون فرد وارد نشد، الان که دارم فالوش میکنم که بیاد با یه شاسی بلند اومده پیش من و خب ما اونقدر پول در نیاوردیم، من چجوری اینو فالوش کنم، چی بهش بگم؟ و ببینید چه شرط سختی بود. حالا خودش اینجاست امین جان، خیلی شرط سختی بود، منتها کوچولو 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 آموزش‌ها رو رفتیم جلو. خب جنس هم میدونید مطالب در واقع محصولیش، پلنیش، پروموشن‌هاش، مطالب زیادی هست. خب سورس هم همه انگلیسی بود، زمان بر بود تا ما اینا رو بتونیم آموزش بدیم، ایجاد بکنیم. ولی به همه دوستانی که در واقع به عنوان همکار توی این صنعت مشغول هستن، تمام بچه‌ای که تو تیم خودمون هستن، به عنوان کسی که این 3 سال، یکی از کسانی که تو این 3 سال و نیم وایساد پای این، بهتون میگم مادامی که ما پای یک ارزشی وای میستیم به ما جواب خواهد داد هر چقدر سخت. بنابراین شما هم چه توی تیم خودمون چه هر جا که هستید نسبت به آموزش ها پایبند باشید و این ارزش رو با هیچ چیزی، با هیچ سرعت رشدی، با هیچ پولی، با هیچ درآمدی، با هیچ رنگی عوض نکنید. هر رنگ و درآمد و هر مزیتی که قرار بر شما بیاد باید نتیجه آموزش قبلی باشه. آموزش چیزی که موندنی میکنه تیم رو و زمانی که شما میشید یه تیم چند هزار نفره، چند ده هزار نفره یا چند صد هزار نفره، اون روز کیفیت آموزشتون تعیین میکنه که شما مسیر بعدیتون، قدم بعدیتون کجاست. برای خیلی ها نکته بعدی که خیلی مهم هست فرهنگ تیم هست. سعی کردیم از روز اول مبنا رو بذاریم، هر چقدر که بازم سخته، چون یکی از چیزایی که من توی اوائل حس کردم و دوست دارم اینو توی این جلسه بگم، حالا که حدود 500 نفر توی این جلسه هستیم، خب من حدود شاید 20 سالی هست که خارج ایران زندگی میکنم، البته خب اومدم رفتم خبر دارم، نه اینکه خبر نداشته باشم، ولی یک چیزی که متوجه شدم اینه که افراد، خصوصا افرادی که توی ایران زندگی میکنن، شاید خیلی ها ناامیدن از اینکه در مقابل برخورد، شاید اون برخورد دیگه انتظار ندارن از بقیه، برخورد دیگه باشون میشه، در مقابل اون شاید ناامیدن از اینکه باز هم خوب باشن، باز هم مثبت باشن، باز هم انرژی بدن، باز هم همون خودی باشن که دوست دارن. میگن نه اینو دیگه اگه روبش بدن مثلا دیگه اینجوری میشه، اینو دیگه اگه میدونید، اینو من متوجه شدم که خیلی ناامیدن.
و خوب یکی از چیزایی که تو ذهن من اومد گفتم که اوکی ما که داریم نتفو کار میکنیم، ما که داریم سازمان میسازیم، بیام حداقل تو هر بخش از این جامعه، یه جامعه کوچولو داریم میسازیم، تو همین بخش بیام این رو گسترشش بدیم، به آدما این امید رو بدیم، تزریق بکنیم، اشکال نداره. هر چیزی که به هر دلیلی به خاطر شرایط سخت زندگی، شاید بعضی وقتا آدما از خودشون عکس عملی نشون میدن که حتی خودشون هم نمیخوان، ولی ما تو تیممون سعی کردیم این رو، این امید رو به آدما بدیم و باور نمیکنید من شاهد این بودم که این عوض شد. و خیلی دوست دارم یه روزی توی جمع چند صد هزار نفره بتونیم این صحبت بکنیم، به آدما بگیم که مهم نیست چه اتفاقی اون بیرون میفته، همه چیز از من شروع میشه، همه چیز از من شروع میشه. و اگر واقعا اعتقاد دارم که برخورد محبت آمیز، برخورد سالم، مهم نیست اون طرف چیکار با من میکنه، اگر این مسیر ادامه بدیم، قطعا میتونیم فرای نتورک مارکتینگ، فرای درآمد، فرای رنگ، یه کار ارزشمند بکنیم. به نظر من این یکی از چیزاییه که اون فرهنگ سازمانه. ما توی تیممون حداقل سعی کردیم روی این مسئله کار بکنیم. اما نکته آخری که توی تیم خودمون میتونم بگم که باعث شد ما شاید امروز اینجا باشیم، اون حسی هست که به عنوان یک خانواده در کنار هم سعی کردیم ایجاد بکنیم. قطعا هنوز خیلی فاصله داریم تا یک خانواده ایدئال، ولی به تقلید از خود جنس که شعارش اینه که ما همه یک خانواده هستیم، سعی کردیم که توی روابطمون سرمایه گذاری بکنیم و بشیم یک خانواده. من فکر میکنم هر تیمی که مبنای آموزش داشته باشه، فرهنگ صحیح ایجاد بکنه و یک حس گرم خانواده بودن اونجا ایجاد بکنه که افراد در واقع به نفع تیمشون، به نفع افراد دیگه، در واقع توی عمل، توی فکر، توی نیت، توی بها دادن واقعا این کار رو بکنن، تمرین بکنن، یکی دو بار تمرین بکنن براشون عادی میشه، اولین بار سخته. نتیجهش این میشه که یک تیمی مثل تیم بلو هوپ ایجاد بشه که نه تنها تو جایگاه خودش تو کشور خودمون موفق باشه، امروز در واقع از منبع نتورک مارکتینگ جهان پیام بگیره و این تازه شروع داستان است. ما روی بحث آموزش یک پوستی رو داریم میندازیم و به زودی سیستم آموزشی بسیار بسیار قوی تر ایجاد خواهیم کرد. زمان بر بود برای ما، برای ما که در واقع واقعا فقط ورود به جنس کردیم، یه دنیایی از محصول، دنیایی از حالا آموزش محصول، پلن، پروموشن، استراتژی، و فکر کنید تو یک حجم جهانی دارید کار میکنید و این خودش یه عالم داستانه جدید هست، یه عالم تجربه جدید هست. اما خیلی خیلی خوشحالم و هیجان دارم امروز تونستیم یک تسلط نسبی روی اینکه چجوری باید کار کرد، چجوری باید آموزش داد، قدم به قدم چه کارهایی باید اتفاق بیفته و یه همچین جریان رو تونستیم ایجاد بکنیم که به زودی، یعنی آروم آروم داریم توی تیم تکثیرش میکنیم. جلسات وبینارها رو دوستان هر چقدر که میتونید جدی بگیرید، چون شروع کار ما از توی جلسات وبینارها خواهد بود و هست. همین الان شاهد این هستید که وبینارها خیلی در واقع کیفیتش متفاوت شده. از وبینارها شروع خواهیم کرد به شکل نامحسوس و افراد رو سعی خواهیم کرد که توی لول جدید آموزشی واردشون کنیم. بهتون قول میدم که سیستم آموزشی که توی بلو هوپ ایجاد خواهیم کرد به کمک تک تکتون یکی از قوی ترین سیستم های آموزشی خواهد بود که تا امروز وجود داشته، خارج از تکنیک و تاکتیک و اسمای قلمبوس زنبه. سیستم آموزشی مؤثر که در واقع جدا از تکنیک و تاکتیک روابط افراد رو هم در نظر بگیره به عنوان یک خانواده و به فکر ایجاد رنگ، پول و اینها اول نباشه، اول به فکر این باشه که یه جامعه از افراد رو کنار هم جمع بکنه که حس خوبی با هم داشته باشن و تو مرحله بعد بتونه موفقیت مالی و در واقع کاری براشون ایجاد بکنن. من صحبتایی که در واقع اینجا یادداشت کرده بودم تموم شد. فکر میکنم آقای باقری هم میخوان سه نکات رو خدمت دوستان عرض بکنن و کم کم آماده میشیم برای اینکه آقای دینیل هم به استقبال آقای دینیل بریم. من تو فرصتی که آقای باقری صحبت بکنن یک پیگیری انجام میدم و آقای باقری در خدمتتون هست. مرسی میسم جان. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، امیدوارم که همگی خوب و خوش و سلامت باشید. برای همتون آرزوی موفقیت دارم دوستان و ممنونم از همگی که توی این جلسه حضور داشتید. اول تشکر کنم میسم ازت بابت روند در اصل گفتش که توضیحاتی که در رابطه با بلو هوپ گفتی، این که بلو هوپ روز اول کجا قرار گرفته بود و امروز کجا قرار گرفته. خدمتتون عرض بکنم که شخصا میتونم فقط این نکته رو بگم که این بلو هوپی که امروز تو دستمون هستش با همه این اتفاقات توسط تک تک شما عزیزان شکل گرفته، یعنی حضور شماها، فعالیت‌های شماها باعث شدش که این بلو هوپ امروز به این شرایط برسه و امیدوارم که در کنار همدیگه باقی بمونیم
فعالیت بکنیم و بلو هوپ رو هرچه میتونیم، هرچه در توانمون هست، جهانیتر، بزرگتر و به کل دنیا معرفیش بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که با توجه به صحبتهایی که آمیزم شما در رابطه با حالا بخش آموزشی توی صحبتاتون داشتید، من فقط یکی دو تا نکته رو در رابطه با اون بخش میخوام بگم. اونم اینه که چیزی که من از جنس تونستم توی این 3.5 سال تجربه بکنم اینه که تا جایی که میتونم مهارت‌های خودم رو ببرم بالا و خدمتتون عرض بکنم که بیشتر از هر چیزی روی این سیستم کار بکنم که از ابزارالاتی که امروز توی دستمون هست استفاده بکنم. این که ما بتونیم از این ابزارها استفاده بکنیم، پشت زمینه ابزارها فقط یه نکته وجود داره دوستان، اونم اینه که ماها قبل از فعالیت، یعنی قبل از اینکه بخوایم استارت بزنیم فعالیتمون رو، اینکه هدفمون رو مشخص میکنیم، مهمترین موضوع یا مهمترین مهارتی که باید تو خودمون بولدش بکنیم اونم مهارت تعهد دادنه. تعهد دادن به خودمون، نه تعهد دادن به سیستم کاریمون در حال حاضر. چون زمانی که استارت میکنیم سیستم کاری هنوز برای من و شما ران نشده، هنوز هیچ اتفاقی شکل نگرفته، یا هنوز شماها درآمدی ندارید. اما اگه دقت بکنید 98% تعهد باید به خودتون باشه. من تنها چیزی که میتونم در رابطه با تعهد بگم اینه که زمانی که بلو هوپ استارت خورد، شاید حالا قبل از اینکه بلو هوپ اصلا استارت بخوره ما خب نتورک داشتیم کار میکردیم، یعنی همین جنس داشتیم کار میکردیم، ولی اسمش هنوز انتخاب نشده بود و تنها چیزی که تو ذهنمون داشت میگذشت این بودش که تا جایی که میتونیم صبور باشیم، تا جایی که میتونیم تمام چالش ها رو رد کنیم، تا جایی که میتونیم پا بر جا وایسیم، یعنی محکم استوار وایسیم که بتونیم حداقل به اون ویژن هایی که تو ذهنمون هست برسیم. و وقتی بهش الان فکر میکنم، اینم تنها چیزی که باعث شد ماها باقی بمونیم فقط یه نکته بود، تعهد دادن به اهداف شخصیمون. درسته که امروز شاید هر کدوم از ماهایی که تو این سیستم داریم کار میکنیم، هر کدومی که لول یا یه رنک یا یه مجموعه داره، یه سری تعهدات سازمانی هم داره، یعنی اومده به سازمانش هم تعهد داده، کمک میکنه تو وبینارها، کمک میکنه یا عوامل اینچنینی، ولی قبلش اولین روزی که استارت خورد برای من هیچ چیزی به غیر از ویژن هام برام مهم نبود، هیچ چیزی به غیر از این که بتونم دسترسی پیدا بکنم به اهدافم مهم نبود. چون تنها چیزی که تو ذهنم بود اینه که جنس یکی از مسیرهای فوق العاده مناسب برای رسیدن به هدفامه، سرعت رسیدن منو به اهدافم قوی تر میکنه، سریع تر میکنه. اما نکته بعدی که دوستان میخوام خدمتون بگم اینه که طی این 3.5 سال افراد زیادی توی بلو هوپ سعی کردن، کمک کردن، تلاش کردن، با همه سختی ها، با همه چالش ها تونستن یک سری ابزارالات رو آماده بکنن. این ابزارها دوستان اگر دقت بکنید، افرادی که حالا اصولا میشه گفتش که مهندس هستن، یه فردی که مکانیکر رو در نظر بگیرید، تمام زندگیش ابزاراشه. یعنی شما اگه به یه مکانیک بگید که من میخوام آچار چرخت رو بگیرم ببرم یه کاری رو انجام بدم، دوباره برگردم چرخم رو باز کنم برگردم، حاضر جونش رو بده، حاضر یه چرخ کامل بده، یه ماشین بده، اما ابزارش رو نده. چون که اگه دقت بکنه تمام سرمایه این آدم، تمام فرایند کاریش توسط اون ابزارها داره شکل میگیره. یکی از نکاتی که فکر میکنم جنس خیلی حرفه‌ای تونست به من شخصاً، به شخص باقری آموزش بده، اینه که استفاده بکنم از تمامی ابزارالاتی که تو این سیستم وجود داره. ابزارهای مثل وبینارهای آموزشی، ابزارهای مثل آموزش‌های استراتژی، آموزش‌های محصولی، یعنی بیام از اینها استفاده بکنم. و اولین تعهدی که فکر می‌کنم از هر چیزی مهمتر میتونه باشه اینه که من زمانی که به خودم تعهد میدم اینه که بتونم مهارت‌هامو ببرم بالا، و مهارت‌های من فقط با تعهد دادن به ورود یا حضور در این جلسات میره بالا. به خاطر همین از تک تکتون این خواهش رو دارم دوستان، از امروز تعهدتون رو یک بار دیگه روش کار بکنید و بگید پیش خودتون اگر قرار من هم به جایگاه افراد قدرتمند تو این صنعت برسم، نگاه کنم ببینم چه کارهایی رو انجام بدن، اگر حضور در جلسات باعث رشد من میشه حضور پیدا بکنم. و دوستان حضور شما در جلسات هیچ یعنی اصلا ابدا تابعی از حس و حال شما نیست. دلیلش هم چیه؟ یعنی نیستش که من بگم اگر من امروز حالا حسشو ندارم تو جلسه حضور پیدا نکنم، نباید به این حالت باشه، چون شما متعهد شدید به این سیستم، متعهد شدید به
هدف‌های خودتون. و نکته‌ای که به نظر من میتونه خیلی قدرتمند برای شما کار بکنه رو تعهد دادن به هدف‌های خودتون اینه که هر روز خودتون رو فقط با دیروزتون مقایسه بکنید، نه با هیچ شخص دیگه‌ای. هیچ موقع من خودم رو نباید با میثم مقایسه بکنم، ببینم اگر میثم این کارو کرده من مثلا مقایسه کنم آیا منم میتونم این کارو انجام بدم. نه، من فقط و فقط باید زنجیروار پی در پی خودم رو با دیروزم مقایسه بکنم و ببینم که چه تفاوت‌هایی پیدا کردم، آیا در راستای رسیدن به هدفم واقعا کاری رو امروز انجام دادم که یک قدم من رو نزدیک‌تر بکنه. یکی از حالا استلام شو گفت ابزارالات، بحث آموزش‌های فوق‌العاده قدرتمندی که تو این سیستم وجود داره که آقا میثم در موردش صحبت کردن. دوستان بحث آموزش‌ها از زمانی که بلو هوب استارت خورد من یادم میادش که تو 6 ماه اولیه سیستم کاریمون تنها کاری که میتونستیم انجام بدیم اینه که فقط رو خودمون کار بکنیم. یعنی ماها فقط تنها کاری که انجام دادیم اینه که تا میتونستیم این محصول رو بخون، در مورد این محصول تو یوتیوب سرچ کن، در مورد این محصول رزومه جمع کن، دیتیلاشو چک کن، اصلا چه کاری رو انجام میده. رفرنسی وجود نداشت، تعداد آدم‌ها اینقدر زیاد نبود و فقط و فقط سعی کردیم که زیرساخت‌ها رو آماده بکنیم. و الان با توجه به حالا اصطلاح میشه گفتش که کانال‌های آموزشی که تولید شده توسط افراد همین مجموعه، اگر دقت بکنید دوستان متوجه این خواهید شد که یک فرد برای اینکه بتونه یک کانالی رو تولید بکنه واقعا چقدر زحمت کشیده. چون که به نظر من زحمت خیلی خیلی زیادی داره و اونا انگیزه بالایی داشتن تو این سیستم که تونستن این کار رو انجام بدن. اینکه برن یک کانال درست بکنن، توضیحات محصولی، توضیحات وبینارها. کسی که وبینار به نظر من اجرا میکنه اگه دقت به تعهدش داشته باشید متوجه میشید و روند رشدش هم میتونید ببینید. طرف تعهد به این داره که وبینار رو اجرا بکنه، یه روند رشد جدیدی اصلا برای خودش داره شکل میگیره. چرا؟ چون که خودش رو به یه گزینه متعهد کرد. و اگر ما فقط خودمون رو به یه گزینه متعهد بکنیم، متعهدمون نسبت به چیزهای دیگه هم شکل میگیره. ازتون میخوام که از این ابزارها، از اکسپرس ترینینگ، از اینستاگرام بلو هوب، از وبینارها تا جایی که میتونید استفاده بکنید. من دومین نکته در رابطه با باز هم ابزاره، یکی از ابزارهای فوق العاده قدرتمندی که میتونه زندگی تک تک من و شما رو جابجا بکنه، اونم استفاده کردن از سوشال مدیا هستش. من لذت میبرم از یک نکته، از این نکته ای که زمانی که تو 10 سال 20 سال گذشته نتورک فعالیت میکرد، حتی موبایل هایی که تو دستمون بود هوشمند نبود دوستان. همه 11 و 0 عوامل دیگه بالاترینش چه نوکیا بودش که کشایی باز میشد، دیگه بیشتر از این نبود. خب اما امروز اگه دقت بکنید دوستان، تک تکمون حداقل موجودیمون یه موبایل هوشمنده دیگه زیر این نیست. اوکی شاید من لپتاپ نداشته باشم ولی یه موبایل هوشمند دیگه دارم، چون دیگه غیر هوشمندی اصلا وجود نداره. و با این موبایل های هوشمندمون دوستان دنیا رو میتونیم باهاش صحبت بکنیم. یه زمانی یه نفری که نتورک کار میکرد هیچ موقع نمیتونست چجوری بهتون بگم، نهایتش اینه که اگه بخواست تیم جهانی درست بکنه باید حتما از تهران بلند میشد میرفت ترکیه. تو ترکیه یک ماه حضور پیدا میکرد، زندگی میکرد تا بتونه یکی دو نفر باهاشون ارتباط سازی داشته باشه، بعد از اینکه ارتباط سازی کرد واردشون بکنه، بعد آموزش بده، تازه سیستمش را بیفته. آیا شکل میگرفت یا نمیگرفت دیگه مهم، یعنی دیگه مشخصه نداشت پشت سرش. اما امروز اگه دقت بکنید رو بحث سوشال مدیا، تک تکتون میتونید کار بکنید. همه ماها این اینستاگرام رو داریم، همه ماها میتونیم فیسبوک رو داشته باشیم، ولی فقط کافیه که فعالیتمون رو جانم آقای دینین وارد شدن فرخواستم که بگم. اوکی بسیار عالی، بسیار عالی، مرسی. من صحبتم 2 دقیقه دیگه تمام، 1 دقیقه دیگه تمامش میکنم. دوستان از سوشال مدیا فقط میخوام اینو بگم بهتون که استفاده بکنید. و نکته‌ای که در مورد سوشال مدیا میخوام بگم اینه که وقتی یک کسب و کار شخصی استارت میخوره، یک کسب و کاری که مال خودتونه، برای رسیدن به اولین 100,000 تومان عجول نباشید. برای اینی که شما یک کسب و کار شخصی رو استارت زدید، قدرت تصاعدی این سیستم رو همیشه تو ذهنتون نگه دارید. شما اولین 100,000 تومان خودتون رو بتونید به دست بیارید، مطمئن باشید قدرت تصاعدیش زندگیتون رو جابجا میکنه. ممنونم از همگی، مرسی میثم جان که به منم وقت دادید، سپاسگزارم. Hi Daniel. Hi, how are you? Thank you so much. I can see everybody in here. 500 people max out. A lot of people want to come in that cannot. Congratulations to made it in the Zoom. Yes, Daniel. Hello. You're incredible. Yes, our vision is next
to go to your room, brother. That's exactly what we talked about. And we started our meeting about 45 minutes ago, and we just talked about Jeunesse a little bit. And yes. So about the Blue Hope team journey until now, when we got the nice. First video from you and Stefania in 2018. And now we received the video from Eric Ward and you, of course. So we talked about it, about the journey. And then now everyone is excited and ready to hear from the one and only Damien Fire. Thank you. Yeah, so it's much. Amazing. I mean, guys, you've done an incredible job, you know, really coming out of nowhere into existence, you know, under all the great leadership of Maytham, and really to grow this business continuously, and really more than that, also building this community that you have. It's really, really incredible. All right, so I will need to translate, Damien, if yeah. it's okay. And that's why I stopped. So all again. Right, thank you so much. خب آی دنیان سلام عرض کردم خدمت همه دوستان و زمانی که وارد جلسه شدم برام پیام دادم که خب 500 نفر رو که در واقع بیشتر شدید دفعه بعد توی زوم من خواهید بود و من بهشون گفتم که در واقع این ویژن ما بود که ما این کار رو بتونیم انجام بدیم و چیزی که گفتن نکته مهم این که این بود که در واقع تبریک گفتن به همه بچه‌ای که تو این جلسه هستن بابت این که گفتن از در واقع خب ما میدونید زمانی که شروع کردیم جایگاهی نداشتیم و جایگاهی نداریم هنوزم کشورمون رو میدونید دیگه شرایطش چیه میگه که از یه جایی که اصلا معلوم نیست کجا شما شروع کردید و الان اینجا هستید و بابت این واقعا بهمون تبریک گفتن. Thank you so much Damien. Yeah. So the one thing I know in Farsi is man doset daram. It's good, huh? Wow. Okay, we muted everyone, Damien. I don't know if we could sometimes unmute him to have some noise in the meeting. It's fine as you like. So anyway, it's really great job. So guys, I'm right now in Orlando, Florida. I'm like 2 minutes away from the headquarters. I've spent the last few days there. دو دقیقه در واقع فاصله شون با دفتر هست توی اورلندو هستن الان و خب جلسات رو دارن از اونجا دنبال میکنن. Yes. In fact, after this meeting, I will go back to headquarters. And all I can tell you guys, I'm more excited now for Jeunesse than I've ever been. و بعد از این جلسه دوباره برمیگردم تا وبینارهاشون ادامه بدم توی خود دفتر مرکزی و میگه که امروز خیلی خیلی بیشتر از هر زمان دیگه نسبت به جنس هیجان دارم. Yes. There is so much incredible energy in the building. You know, because of the COVID, what happened is everybody was working from home. And yesterday was the first day everybody came back into the office, even the founders and everybody. And so many changes, new people, new management. Like, it's like this company is really reinventing itself to take it to a whole nother level. And it's very exciting to see that. Amazing people getting on board on like the corporate level. اتفاقی که داره توی جنس میفته اینه که هر روز انرژی جدید دارن توش وارد میکنن، هر روز افرادی رو که توی لیول‌های خیلی بالای نتورک مارکتینگ هستن دارن توی لیول کورپرات اضافه میکنن و در واقع نسبت به این قضیه که یه همچین اتفاقی داره تو خود جنس داره میفته فوق‌العاده هیجان دارم. Yes. So the company is evolving and thriving, taking it to the next level, and I think we as distributors, as leaders, we should do the exact same thing. We should set new targets, achieve new heights, you know, for Blue Hope team to become a Ruby team. Think about that. That's the next level. Like, can you even imagine? و در لول خودمون هم، یعنی ماهایی که توی جنس کار میکنیم، هم باید در واقع لول های جدید برای خودمون تعیین بکنیم، باید اهداف جدید برای خودمون تعیین کنیم. به این فکر بکنید که تیم بلو هوپ بشه یک تیم روبی. به این فکر بکنید، این میتونه لول بعدیمون باشه. Yes. So and Maytham and I, we spoke and I said, Maytham, I think I feel May is going to be something crazy. I think this month that's coming right now, it is not gonna be a realistic type of growth. It's going to be an exponential growth. It's going to be something that will shock everybody. So if we lock arms together and we decide to attain the unimaginable in May, I think it can happen. و میگه پیرو صحبتایی که با در واقع با هم دیگه داشتیم ماه می، میگه حس من اینه و باورم اینه که یک ماهی هست که خارج از در واقع منطق نتایج ایجاد خواهد شد و اگر همه دستامون رو تو دست هم بدیم و برای چیزی که
در واقع قابل تصورم حتی نیست تلاش بکنیم، اون موقع اتفاقاتی رقم خواهد خورد که در واقع می رو اینجوری میبینن، می رو یک ماه انفجاری میدونن و قطعا ما هم 90 روزمون رو داریم شروع میکنیم. Yes, Damien. I'm really looking forward to that. But Maytham, I know you prepared some questions, yes. So I want to give to you so you can ask me the questions you have. Yes. So, Damien, we're going to start 90-day run from tomorrow. And for that, I have prepared some questions. So we'll go by how much time we have. The first question, you don't know about the question, so this is going to be a surprise for you. I want you to tell us about, tell everyone about Damien's first year in network marketing, the challenges, the lifestyle, I mean, economic-wise, I mean, the money we're making and the cost you're paying, I mean, the challenges you had. So I want you to give us the picture of Damien's first year in network marketing, and then just give a comparison, compared with what Damien is today. Yeah. So my first year in network marketing, I was 18 years old. I was in school. I lived in Germany. And I went to like a weekend seminar to learn about network marketing, and I got started. ازشون پرسیدم که سوال اولمون این هست که دینیم سال اول نتورک مارکتینگش، زندگی، شرط مالی، شرط کاریش، بهاهایی که پرداخت میکرد، کلن اون دینیم رو برای ما بیاد باز بکنه و مقایسهش بکنه با دینیم که امروز توی دنیا وجود داره. و گفتن که 18 سالم بود، توی آلمان مدرسه میرفتم، به یک سمینار در واقع نتورک مارکتینگ دعوت شدم. Yes, Damien. And then what happened is I was expecting that I will be able to enroll a lot of people because I was so excited and I thought everybody will be so excited, but really it wasn't the case and I had a very hard time. Everybody told me no. و فکر می‌کردم که خیلی داره بتونم که در واقع سیستم دعوت بکنم، ولی این اتفاق نیفتاد. همه به من گفتن نه. Yes. But the point is, I started selling product, and that worked really nice because I found that people, if they like the product or the idea of what it's going to do, they're willing to try it, so they're willing to buy it, and so I got my first customers. بنابراین تصمیم گرفتم حالا که نمیتونم ورودی بگیرم شروع کنم به محصول فروختن. و خب در واقع ایدم این بود که اگر من نتونم کسی وارد کنم ولی محصول بتونم بهش بفروشم، حتما اینجوری میتونم قاطی کارش بکنم. و خب اولین مشتریمو پیدا کردم. Yes. So my income, it was something like $300, $400, something like this, just by selling product, really. درآمد من حدود $300, $400 بود، فقطم از فروش محصول میومد. Yes. But I always wanted to show up. I always wanted to be at the events, and I always wanted to, you know, in the beginning, I couldn't even afford my own product. So I was slowly buying more products for myself, so I have the possibility to use the products myself. و میگه که تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که ذهنم رو این متمرکز بود که به قدم بعد فکر بکنم و به ایونت ها میرفتم، جلسه که جنس میگذاشتم، سعی میکردم پرزنت بذارم، سعی میکردم کارهایی که منو به لول بعد وصل میکنه رو حتما انجام بدم. Yes. And so ultimately I realized that in my particular case that if I had more money, I would be able to grow faster. So I really started to look for a job just to have more money to be able to invest the money in my network marketing business. و یه مقدار که جلوتر رفتیم به این دریافت من شد که اگر من یه مقداری بیشتر پول داشته باشم، برای پول که از توی نتورک در این مورد اونقدر نبوده، قادر هستم بیشتر سرمایه‌گذاری کنم توی نتورکم و کارم رو بهتر ببرم جلو. به خاطر همین رفتم و یه کار پیدا کردم برای خودم. Yes. And you know, at this point, people couldn't really understand me anymore. Like even my parents, they were like, who is looking for a job to pay another job? That doesn't make sense. و در واقع خانواده منو درک دیگه نمی‌کردن، متوجه این کار من نمیتونستن بشن که در واقع کی این کارو میکنه که بره یه شغلی پیدا بکنه که با پولی که از اون در میاره برای یه شغل دیگه‌اش خرج بکنه. Yes. But for me it was very clear that I needed to move faster, be bigger, make more money, attend more events because I needed to learn more. It wasn't like today where you can attend every Zoom call and you just learn and learn. We had to drive somewhere, we had to go somewhere. Like it's a different day and age today. و با تجربه اینکه شرایط اون زمان خیلی متفاوت بود، باید در واقع پول میدادن، ماشین سوار میشدن، هواپیما سوار میشدن تا بتونن جلسات رو برن. مثلا نبود که با یه زوم بتونید مرتب یاد بگیرید. ما باید هزینه میکردیم. و خب میگه من واقعا هدفم این بود که خودم رو بیارم بالا و باید جلسات شرکت میکردم. به خاطر همین یه کار دیگه پیدا کردم که بتونم هزینه رو بدم. Yes.
So ultimately what happened is, as I spent more time and as I started to learn the language and as I started to be more confident and be more, you know, overcome some fears over time, very slowly, I started to sponsor some people really very slowly. Like it took me 7 months to enroll the first person that was, you know, going in with like a big package, for example, 7 months. و خب شروع کردم کاری که باید انجام میدادم انجام دادن کاری که باید انجام میدادم و بسیار 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 سرعت پایینی داشتم، فوق العاده سرعت پایینی داشتم، ولی ادامه دادم تا اینکه بعد از 7 ماه تونستم اولین ورودی خودم رو بگیرم. Yes. Now income wise I didn't even make $1,000 a month. It took me 2 years actually to make $1,000 in 1 month. So I wasn't fast, but also you have to understand that for me, it was still a big success because I was never making any money before. So to make $300-$400, even $500-$600, it's incredible. I was very, very, very happy. و دو سال طول کشید تا درآمد من به $1,000 برسه. درآمد من بسیار بسیار طول کشید تا زیاد بشه. فکر کنید 2 سال طول کشید تا درآمدشون به $1,000 و حتی شاید $1,000 هم نه. با اعداد $400, $500, $600 با این اعداد. Yes. Yeah, that's the beginning. That was the first year. First year, second year. Thank you so much. And can you tell us a little bit about Damien 2021? I mean, we know a lot, but... Yeah, so today, obviously, things are different. You know, it's kind of interesting because... Okay, so the first thing I would say, overall, until today, the whole time, I've probably recruited myself more than 1,000 people. اوکی ازشون پرسیدم که راجع به دینین 2021 کم بگن یه کوچولو. این دینین بونو که شروع کرده بود و گفتم که اول نکته که میخوام بگم اینه که از روز اولی که شروع کردم تا امروز بالای 1,000 نفر رو من ورودی مستقیم گرفتم تا الان. Yes. Right. So obviously that's something you cannot do in 1 year and 3 years and 5 years. It's something that is really a big, big journey. And at this point I'm in network marketing for 16 years, like half my life. And also, even though I'm in Jeunesse only 6 years, we started with Mona V, which then acquired. So I started building my team from 2010. So the last 11 years, I've been building this group every day. خدمتتون عرض کنم و میگه که مطمئنن میدونید که ورود وارد کردن 1,000 نفر شخصا یه کار زمانبره، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال بیشتر نیاز داره و ایشون طی 11 سال این کارو کردن، از زمانی که 2010 کارشون رو با مناوی شروع کردن و بعدها 5 سال بعد مناوی توسط شرکت جنس در واقع جذب میشه و خب تو این بازه 11 سال ایشون این موفقیت رو کسب کردن. Yes. Now obviously over time, you know, if you keep working and you don't ever stop, because I cannot remember one day I didn't build my business, really, it doesn't exist. Unbelievable. So after so many years, you can really feel the power of network marketing. I mean, now we probably have reached more than 1 million people that signed up. If you think about this. توی این بازه 11 سالی که در واقع نتورک مارکتینگ کار میکنم، میگه حتی یادم نمیاد یک روز من کار نکرده باشم. میگه اگر شما کارتون استاپ نکنید و ادامه بدید، یه روزی میاد که متوجه قدرت نتورک مارکتینگ میشید. ایشون نصف زندگیشون رو در واقع نتورک مارکتینگ کار کردن. حالا اینو ترجمه‌ای است که از جمله قبلشون اینجا اضافه کردم. Yes. And it's crazy if you think how it's like when you know when you take a stone and you throw in the water and yes. then the ripple start to spread, you know? Yes. It's something like this because now today there are so many people following what we do and participating in what we build from countries that I've never visited. And this Zoom call is a very good example because there's a lot of you guys. I have never even been to your country. I do not even speak your language. But network marketing and Jeunesse is bigger than that. And that's what really is like, it mesmerizes me. نکته مهمی که ایشون دارن میگن، میگه که نتورک مارکتینگ مثل انداختن سنگ توی آب میمونه. وقتی که دور این سنگی که با آب در واقع برخورد میکنه، دور شما اون حلقه ها رو میبینید و این حلقه های بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن و در واقع میگه که تمام اون مسائلی که توی کارتون هست، تمام اون چالش ها، نتورک مارکتینگ بزرگتر از اون چالش هست. خیلی جمله قشنگ این جمله. هر مسئله که هست میگه خب ما از کشورهای الان داریم افراد رو داریم توی تیممون که حتی من تو اون کشورها نبودم هیچ وقت،
خود شما در واقع تو این زوم کال یک مثال خیلی خوب از این قضیه هستید. حتی زبون شما رو هم من نمیدونم و ببینید که نتورک مارکتینگ چقدر بزرگتر از هر چالشیه و این در واقع نکته مهمی است که آیدنین گفتن. Yes. And I think that's a very powerful message, especially when you doubt yourself. You know, in this industry, the difficult part is that we always get confronted with our own fears and with our own lack of belief in ourselves, and we think, I don't know if I can really do it, if it really would happen for me. Many years I didn't believe that. But you know, the truth is, it's not just about you. It doesn't matter if you have everything that it takes. As long as you keep going and you keep building and you keep believing what is going to happen, you're adding other people. And other people, they will add other skills that maybe you don't have. And the company will do their part. So it's really a collaboration between your upline and between the company and the income opportunity and the products. And it will just, you can just not quit. That's what I'm trying to say. Like, build big, don't quit, keep going, because you have no idea. You could be one sign up away from a totally different business tomorrow. Wow. نکته مهمی رو که در واقع دین اشاره کردن اینه که میگه یکی از چالش‌های بزرگ توی این بیزینس اینه که افراد با ترس‌های خودشون روبرو میشن و خودشون به خودشون شک پیدا میکنن، اینکه به اندازه کافی خوب نیستن. میگه که این رو باید اینجوری در نظر بگیرید که شما توی این بیزینس خودتون نیستید که همه چیزو قرار رقم بزنید. شما افراد دیگر رو دعوت خواهید کرد، اون افراد مهارت‌های خودشون رو دارن، شرکت داره سهم خودشو انجام میده. فقط کافیه که ادامه بدید به تلاشتون تا اینکه اون افرادی که میان و مهارتشون بالاتر از شماست، انگیزشون بالاتر از شماست، اونها میان و این کار رو انجام میدن و کمک شما هستن. اگر فقط و فقط به خودتون نگاه بکنید و به ترساتون نگاه بکنید، قطعا این کار رو کنسل میکنید و ادامه نمیدید. ولی اگر این نکته رو متوجه باشید که فقط خودتون نیستید و افراد دیگر رو خواهید داشت و ادامه بدید برای ورود افراد، شاید فقط یک نفر تا اون انقلاب توی کارتون فاصله داشته باشید. نفر بعدی که شما وارد میکنید شاید همه بازی رو براتون عوض بکنه. Yes, Daniel. Yeah. So that's that. And you know, obviously the income is going crazy as well. I can tell you that the biggest week that I had last year was $144,000 in one week. Yes. و از لحاظ درآمدی گفتن که اتفاقات خیلی خیلی خفنی داره میفته. از پارسالشون گفتن، از امسالشون نمیگن، ولی یکی از هفته‌های پارسالشون که 140,000 تا گرفته بودن رو گفتن. Yes. And my clear target this year is to have the best week to be $300,000 in one week. Wow. و چیزی که در واقع امسال جزء ویژنشون هست اینه که تو یک هفته عدد $300,000 رو بزنن. Yes. Imagine you get your check for one week and you go, you buy a Lamborghini Aventador like from one week, like this. تصور کنید به اینکه در واقع شما چک یه هفتهتون و کار یه هفتهتون رو میگیرید و میرید باش یک لامبورگینی میخرید. It's crazy. I know it's crazy, but you know, I think what is life changing is from any situation you are right now, imagine you double that. Anything, even it doesn't matter, even you make $800, let's say. Double it, 1,600. Oh my God, it's changing your life. You know what I mean? If you're at 3,000, double it, go to 6,000. Wow, it's changing your life. And as you go, you constantly evolve. And I always thought, oh my God, $10,000 in one month. This is absolute insane, okay? I've never seen anybody make $10,000 in one month. And I broke through that after working with Kelvin after 9 months of really duplicating what we do today with Unity Global. And my limit was always set there. I didn't even think further because I was like, that would be so crazy, right? But the powerful part about this business, it just keeps going. There's no ceiling to this. And that's the crazy part. راجب پتانسیل بی نهایت این بیزنس دارم میگن. میگه که هر جایی که الان هستید، اون چیزی که در واقع اگر $1,000 دارید در میارید، اگر $300 دارید در میارید، اگر $5,000 دارید در میارید، به دو برابرش فکر کنید. اینکه چه تغییری میتونه تو زندگیتون ایجاد بکنه. و اینکه میگه خود من در واقع سالها تارگت ذهنیم عددم بود 10,000 تا بود. اصلا ندیده بودم آدمی که 10,000 تا در بیاره تا زمانی که کارشون رو با کلوین شروع میکنم. و میگه زمانی که اون رو شکوندم تازه متوجه شدم چه پتانسیلی وجود داره. میتونی ادامه بدی، میتونی بیشتر. و این اون چیزی هست که به ما دارن نشون میدن. Yes. So the most important thing is that you trust in the system, you trust in the business, and you keep working. That's, see, ultimately
over some time. What is going to make the difference is the people that are working every day. Because you can talk nicely and act like if you're working for some time. But at some time, it will show who's really producing the results, who's really stepping up their game, who's really getting better. And that's your responsibility. And see, we have here now today 500 people of Blue Hope team. And if everybody commits for the next 90 days to step up the standard, like to really raise the level of performance, excitement, conversation for the next 90 days, everybody together, there's no limit where you guys can go. And it will happen fast. It will not happen slow. با توجه به تعدادی که افرادی که تو این جلسه هستن آقای دنیل میگم که اگر یک در واقع تصویر رو نشون دادن و اون تصویر از آدمایی هست که فقط خوب حرف میزنن ولی کاری انجام نمیدن و میگه به زودی این افراد مشخص میشن اگر هر کسی در هر جایگاهی که قرار داره واقعا تصمیم بگیره و تو 90 روز آینده کار بکنه دوش به دوش هم دیگه اتفاقاتی که میتونه براتون بیفته تو این 90 روز غیر قابل تصور هست و میگه بدونید به خاطر این تعدادی که الان هستید این نتایج بسیار بسیار سریع رقم خواهد خورد به هیچ وجه این نتایج در واقع اون اهرمی که الان وجود داره انقدر قوی هست که تعدادتون خیلی خیلی سریع زیادتر خواهد شد چیزی که تصورش نمی‌کنید یعنی نو دی لاست ثینگ آی وانت تو سی توداي آلسو وات از امیزینگ از اف کورس آی لیو این دبی وی هاف بیوتیفول هاوس اند اوریثینگ اند آی تراول بات You know what I really love is see the leaders emerge. You know, like see the leaders emerge. Like, Maytham, you and I think about this. In the beginning, the conversations we were having, it's you can't even compare. And now you invite me and there's 500 people, only in the Zoom, there's really many more, but really following what you say. And just a few years ago, we were talking about some simple questions where with no one, right? Yeah. So, seeing the person like you now emerge to become this leader, It's crazy. And now you're at this point where you say, well, this is crazy, but really it's nothing yet. It's going to be so crazy yourself. You will have to pinch yourself, say, what is going on? You know? So, and that's the exciting part to see all of you guys race through the ranks, you know, take the ranks, go to the top. That's amazing. و نکته دیگه که ایشون آیدنین گفتن صحبتشون اینه که اوکی پول زندگی نمیدونم شرط زندگی که حالا خودشون دارن توی دبی چون ادامه صحبته خودشون هست دیگه همه اینا خیلی اوکی ولی یک نکته مهمی که خیلی توی این سیستم منو هیجان زده میکنه اینه که میبینم لیدرها زاده میشن و به دنیا میان و ایجاد میشن خودشون نشون میدن و در واقع مثالی که زدم من به نمایندگی از تک تک بچه‌ای که تو این تیم هستن واقعا این تجربه رو ادامه میدم زمانی که میگه خود من و تو با هم صحبت میکردیم یادت روزهای اول و چه صحبتایی داشتیم چه مسائلی رو با هم حرف میزدیم ولی امروز چی امروز چه اتفاقی افتاده و میگه همه اینایی که داری میبینی هیچی نیست اتفاقاتی که خواهد افتاد انقدر بزرگ هست انقدر غیر قابل تصور هست که مجبور میشی خودت رو ویشگون بگیری تا ببینی آره آیا خودتی آیا واقعا همینه خواب نیستی و در واقع این رو به عنوان یکی از تجربه های فوق العاده شون تو این در واقع دنیل 2021 دارن میگن Thank you so much, Daniel. So I don't know how long we have time, but I have one more question and that would be it if you're Perfect. Ready to go. Yes, no problem. Okay, so what happened that changed everything, Daniel? Because we're going to start this 90-day run now. So I want Daniel to tell us really what changed the game, and we could do that. For me, okay, I can tell you very clearly what that because this was such a moment. I will never forget the moment. So the first question I asked myself was how important to me personally. Is the success in this business for me? And everybody has to answer the question for themselves. How important is it for you, really? How important? ازشون پرسیدم که خدمت هستم چه چیزی برای دنیل اتفاق افتاد که چه اتفاق اونجا افتاد که همه چیز عوض شد؟ و ایشون گفتم که از خودم پرسیدم که چقدر موفقیت تو این بیزنس مهمه برام؟ That's an important question to ask because, you know, Everybody has different goals, right? Everybody has different targets. But for me, all I can tell you, it's everything. Because you see, I didn't just start to make some money. That's nice. But I start to change my life. Really crazy change my life to be able to... Guys, you think how crazy. I can take my phone right now. I go on any booking website and I book a ticket now. You name it. It doesn't matter. South Africa,
boom, and I can fly. I pack my bag, I fly in 2 hours. It doesn't matter. There's no limitation. Do you know what I mean? And maybe some of you, you will say something like, oh, but my passport, maybe. You can change that. I want to tell you something. You can change anything. You can get another passport. You know, some of my friends from like the Middle East and something like this, they don't get visa. They want to come here. They don't get visa, something like this. No problem. They take another passport from some like Bahamas islands or something. It's just money, guys. It's just money, money. If you can pay the money, you get anything, right? So it's more than just a jeunesse. It's more than just career. It's really freedom. So that for me was for me the reason. So if I ask myself the question, how important this is for me, it's everything, because it's not like nice if I will be successful. No, everything is different. My whole life will change if I make it. So for me, it's everything. And that's the first question you need to answer for yourself, because you cannot expect anybody to run like crazy if they doesn't have the same desire. But if you have it, we can talk more. Wow. Okay. نکته مهمی که گفتن اینه و فوق العاده بود. فکر می‌کنم این آخرین بخش صحبت آقای دنیل باشه. از خودتون بپرسید که چقدر موفقیت تو این کار براتون مهمه و موفقیت براتون چیه؟ واسه هر آدم موفقیت یه چیزیه. شاید یه نفر دنبال یکم پوله، یه نفر دنبال این که حالا یه کار خوبی داشته باشه. برای من دنیل میگه موفقیت تو این کار فقط پول به دست آوردن پولا نبود، موفقیت تو این کار همه زندگی من بود. همه دنیل، همه زندگی، هر چیزی که من هستم در گروه موفقیت تو جنسم، توی نتورکم بود، باید موفق میشدم. و میگه که امروز شاید باور نکنید ولی اون آزادی که شما دارید، حالا گفتن حالا به عنوان مثال من میتونم همین الان یه بلیت رو در واقع گوشیمو بردارم برم توی سایتی که میتونم مثلا بلیت رزرو کنم و یه بلیت رو به هر مقصدی هر جای دنیا رزرو کنم. من خواستم بگم که دلو برای تهران رزرو کنید و این خدمتتون عرض کنم که آزادی رو داشتن میگفتن و میگه شاید خیلیاتون به خاطر کشورتون فکر میکنید که خب من مسئله ویزا شاید داشته باشم. میگه من با خیلی توی خاورمینا دارم کار میکنم و همه اونا مشکل ویزا دارن. میگه همه اونا راحت یه پاسپورت سری میخرن، یه پاسپورت از یه کشوری مثل باهاما، مثلا کشورهای خیلی از کشورهای دنیا هستن که شما میتونید پاسپورتشون رو با یه سرمایه‌گذاری خرید بکنید و تمام. میگه زمانی که شما بتونید و موفقیت مهمه که برای شما چه معنی میده، چقدر اهمیت داره، زمانی که بتونید این رو برای خودتون معنی بکنید، اون موقع هست که میتونید در واقع زندگیتون عوض کنید. برای من دینیل میگه بحث این بود که من زندگیمو می‌خواستم عوض بکنم. And you know, just to open your mind for one second for dreaming, okay? Yeah. Look at this. I share with you one website right now. Yeah, website I'm going to share with you so that your mind will be open. Don't worry about the website. It doesn't matter. I wanted to show you something. This is a lawyer's these are lawyers, okay? Lawyer company. What they do is they help you get second citizenship. Okay? But what I want to show you is this. You say reason for your citizenship. Okay, I want to, you know, have access to US residency, for example, or I want visa-free travel, okay? And then now look at this, Metham. Budget. $100,000 or $200,000, $200,000 or $300,000, all the way up to $5 million. So there is no access below $100,000. Like what I'm trying to show you here, this stuff exists, is just not accessible to the normal person, because the normal person, they will not have this kind of money. But you are in a position where you can build yourself an income stream. You can then maybe even invest the money, I don't know, Bitcoin or something, grow it, but keep making more money, invest the money, grow the money, and you will be able to do anything. And that's because of network marketing. That's because of Jeunesse. و به عنوان مثال فقط برای اینکه بهمون نشون بدن و ذهنمون باز باشه، یک وبسایت رو نشون دادن. حالا هر وبسایت دیگه هم میتونه باشه، صرفا یک مثال بود که شما میتونید برید اونجا و بگید آقا من میخوام که همه جای دنیا سفر کنم، هیچ مشکلی نداره. That was quick. Okay. So I was muted. Okay. و اینکه شما میتونید اونجا بودجهتون رو مشخص بکنید. مثلا اگه دقت کنید اولی $100,000 بود. زیر $100,000 اصلا همچین امکانی وجود نداره. یعنی شما باید خودتون رو تو این موقعیتی که هستید، نتورک مارکتینگ و خصوصا جنس، از این استفاده کنید و خودتون رو بیارید بالا. وقتی که بیارید بالا هیچ محدودیتی که وجود نداره. Yes. Okay. So when you answer this question and you have the same answer like me that you say yes, I will give everything to get to the top, then I have the second question. And the second question was, if it is so important,
then it's just logic that I will give my everything, right? I will give everything. But when I ask myself the question, have I really, really, really honestly and truly to God given it 100% of my effort? Honestly, no. I did somehow, no, it's weird. I was shocked to realize this about myself, that for years I'm dreaming, for years I'm working, but never ever have I taken like 90 days and really give it everything. I never did it. And that's the moment where everything changed. I realized, why have I not done this? And I decided to do it. و میگه که اوکی از خودتون سوال میپرسید موفقیت چقدر برام مهمه. اوکی میگه برای خود من دنیل میگه برای خود من خیلی مهم بود. من همه زندگیم درگیر این بود. اما وقتی نشستم فکر کردم و این سوال از خودم پرسیدم که اوکی حالا که اینقدر مهم بود، آیا واقعا 100% همه انرژی رو گذاشتی واسه این کار؟ و وقتی که بهش فکر میکنی یه جورای جواب همیشه نه هست. وقتی خودت با خودت صادقانه فکر میکنی میبینی نه، واقعا 100% نبودی. میگه و من با خودم تصمیم گرفتم، گفتم ببینم چی میشه اگر یک بار امتحان کنم، یه 90 روز امتحان بکنم و تو این 90 روز همه انرژیمو بذارم، 100% خودم باشم، ببینم چه اتفاقی میفته. و میگه این موقعیتی بود که در واقع زندگی من از اونجا شروع کرد به عوض شدن. So the whole point to take the decision to say all right, I'm going to prepare my family, I'm going to let everybody know that for the next 90 days I'm here but I'm not here, and please help me because this is for my life, this is for my future, this is what is important to me, and to really focus and dedicate and do nothing else but building your business. So to give out 200% effort and only focus on productive activity. You already know what to do. It's not to invent something what to do. You know, make the presentation, show the plan, sell the product, motivate your team, make the incentives, you know, consult with Maytham. Everything is the same, but a whole different level of intensity and no distractions allowed. Do this every day to your maximum effort for 90 days. Finish what you started. You will not believe the result. و اگر شما از همین الان شروع بکنید 200% خودتون رو بذارید وسط، با خانواده و اطرافیانتون صحبت کنید و بگید که من اینجا هستم ولی نیستم، و واقعا بیاید همه انرژیتون رو بذارید فقط برای 90 روز و کاری که باید انجام بدید به هیچ وجه دنبالی نباشید که چی کار باید انجام بدید. کاری که باید انجام بدید همتون میدونید. اصلا نیاز نیست که یک لیست جدید از یه سری کارهای جدید اختراع بکنیم و بگیم برو اینا انجام بده. نه، پرزنت بذار، دعوت کن، ارتباط سازی کن، جلسه بذار، با بچه‌ها صحبت کن، با لیدرها صحبت بکن. اگر این کار رو انجام بدی و فقط تو این بازه، نکته اول 100% وجودت رو بذاری، نکته دوم کار پروداکتیو انجام بدی، یعنی کاری که مستقیما نتیجه توشه، یعنی مثلا توی پرزنت باشی، توی فالو آپ باشی، توی پروسپکتینگ باشی، لیست بنویسی، با آدما باشی، مثلا کتاب خوندن جز این کار حساب نمیشه. تو این 90 روز باید مطلقا رو کارهای پروداکتیو باشید. اگر این کار رو بکنید و سر وجودتون رو بذارید، قطعا زندگیتون عوض میشه. Yes. Well, that's it. That's the secret. That's the moment when everything changed. And I think you have the keys in your hand. You have, you know, with the team, you have everything set up to go. And really, go crazy. Go hard. And make your dreams come true. Reach out to everybody. Don't get tired. Keep working. Okay? You will find that if you just keep working, you can do more. Right? And it's really incredible. And I'm so proud to work with you because I know this is just the beginning and we will see great heights together and we will travel the world together and we're going to do so many things in the future to come. So thank you very much for inviting me and I'll let you translate that and I'll see you soon. Okay. All right. So before you go, let's just have everyone yeah. to, okay. دوستان آنمیوت کنید خودتون رو و همگی با هم صدا رو باز بکنید و یه تشویق مرتب از آقای دنیل دکتر. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. دوستان عزیز، ممنون و متشکر بابت در واقع الان فکر کنم میتونید خودتون آنمیوت کنید، ولی آقای دنیل رفتن. خب صحبت آقای دنیل رو شنیدیم و اینکه اجازه بدید من فقط خب یک لحظه به من اجازه بدید
آقا میسن وقتی رفتن خداحافظی کردن رو لطفا بگید، نگفتید اینو. چی رو نگفتن؟ همون جمله آخری هاشون. اوکی گفتم که واقعا منتظر این هستم که به اتفاق بچه‌ای که تو این جلسه هستن، به اتفاق این تیم با هم مسافرت کنیم، دنیا رو بگردیم و به قول معروف نتایج قوی و موفقیت‌های خیلی رنگ‌های خیلی بالای جدید رو با هم دیگه ببینیم. و این صحبت آقای دنیل بود که فوق‌العاده تیم ما رو دوست دارن. این در واقع چیزی هست که من به نمایندگی از شما و روابط کاری که با ایشون دارم این حس رو کردم، فوق‌العاده براشون مهم هستن. یه موقع برای یکی از بچه‌ها مسئله پیش اومده، انگار نه انگار که ایشون مثلا یه کسی در حد کسی که الان هستن، اصلا اینجوری نیست. اون فرد رو با همه وجودش پیگیری میکنه، کاراش انجام میده و خب آدما براش مهمه و این یکی از چیزایی که من ازشون یاد گرفتم، آدما براش مهمه. رنگ، درآمد، نمیدونم، هیچ چیزی جای اون رو نگرفته و این چیزی که واقعا من تو ایشون دیدم. به هر حال فوق العاده هیجان انگیز بود و خوشحالم که تونستیم به اتفاق هم دیگه این جلسه رو اجرا بکنیم. دوستان من اجازه بدید تمام دوستان رو توی صفحه داشته باشم و اینکه خیلی خوشحالم تونستیم رو بزنیم. دوستان میتونید خودتون رو آن میوت کنید اگر کسی صحبتی داره یا از بچه ها میخوان آقایون بچه های تیم در واقع بچه های سفیر ها یا حالا دوستان هستن. آقای سلام عرض کردم، میتونم یه سوالی داشته باشم خدمتون؟ بفرمایید، جلسه سوال پرسش که نخواهد بودن، بفرمایید. خب عزیزم من تازه هستیم اینجا، یعنی خدمتون عرضم توسط ایتام وارد شدیم و نمیدونیم جریان هستیه و هر زبانی که شما اوکی هستید من در خدمت شما خواهیم بود، فارسی اگر دوست دارید، فارسی، انگلیسی، حالا هر زبانی دیگر. کدوم کشور هستید و چه کسی شما رو وارد کرده؟ حالا یکی از دوستان مهم نیست، فقط من این نتورک مارکتینگ رو من در مورد دانیل پیر شنیدم، توتال ورسی که الان ایشون داره در مارچ 85000 دلار هستش که ماهانه شرکتش درآمد داره و ایشون 16 سال هستش تو این زمینه تو یارسه دارن کار میکنن. و البته من فقط یه سوال ساده‌ای که داشتم این بود که این نتورک مارکتینگ بلو گروپ، خدمتتون عرضم اگر کسی وارد بشه مثل من، یه شخصی که آماتور هستش تو این زمینه، یعنی در ماهانه اگر با تمام تلاش چقدر میتونیم درآمد داشته باشیم؟ فقط این سوال ساده می‌خواستم. اوکی عالی. خدمتتون عرض کنم که حتما کسی که شما رو وارد کرده با ایشون حتما یه جلسه بذارید و ما توی تیم جلسات زیادی داریم. شما رو در واقع دعوت بکنن تو اون جلسات حضور داشته باشید، بحث آموزش رو بهتون بدن. و اینکه خب آقای دنیل تو بازی که در واقع توی نتورک مارکتینگ کار کردن و زحمت کشیدن که به قول خودشون نصف زندگیشون رو کار کردن و این درآمد رو کسب کردن، این درآمد بالا رو ایشون توی شرکت جنس دارن تجربه میکنن و خب پتانسیلی که این شرکت و پتانسیل درآمدی، حالا شرکت جنس رو میگم، قطعا شرکت های دیگه هم هستن که پتانسیل درآمدی بالا دارن ولی ما راجع به جنس هم صحبت میکنیم، این پتانسیل توی جنس هنوز چیزی نیست. یعنی 800000 تا 1 میلیون در ماه درست عدد خیلی خیلی بالاییه ولی توی جنس حتی درآمدی 3-4 میلیون هم تجربه شده در ماه. بخاطر همینی که آقای دنیل امروز هفته 300000 تا رو نشونه میرن و خب فکر کنید این درآمد شخص خودشونه، خانومشون هم هست، حالا جایگاه های دیگه هم اگه داشته باشن هست، وقتی 1000000 تا ورودی گرفتن قطعا داستانای زیادی میتونه اونجا وجود داشته باشه. ولی در کل این رو به عنوان اینکه یک عدد حساب کتاب بکنیم و جمع و ترفیع کنیم نگاه نکنیم، به این عنوان نگاه بکنیم چه پتانسیل بالایی تو این صنعت وجود داره. حالا هر شرکتی، جنس هم یکیش هست و خب بقیه ماجرا. قطعا دوستانی که دوستمون رو میشناسن و حالا اسپانسر شما اگه تو این جلسه هستن حتما جلسه بذارید و با هم دیگه این برنامه رو پیش ببرید در واقع آموزششون. امیدوارم که دوستان شناسایی کردم که کی بودن ایشون و حتما پیگیری بکنید. اوکی زنده باشید. آقای نجاریه فکر کنم شما نجاریه. اوکی زنده باشید. اوکی من صحبتی دارم با دوستان. سلام آقای بهادری، بفرمایید صحبت شما داشتیم و تمام. آید اینقدر هیجان انگیز بود برا من واقعا، یه لحظه بغض کردم. خب ایشون یه آدمیه که توی دنیا تکه، یعنی واقعا یکی از تاپ ارنرهای دنیا هستش و اگر 5 دقیقه برامون وقت میذاشت اون تأثیر خودش رو میذاشت. دوستان ما یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم.
من تجربه شرکت های قبلی رو داشتم، مقایسه میکنم با جنس، اصلا نمی قابل مقایسه نیست، یعنی سنخیت ندارن واقعا. شما میتونید برین بیزینس فور هوم یه سرچ کنید، تاپ لیدرهای جنس رو توی 11 سال ببینید که درآمدشون به چه شکله، یه شرکت 50 ساله 60 ساله هم برید مقایسه کنید، بعد میفهمید چه به چه درآمدی خواهید رسید. حرف خیلی خیلی جالبی که زدن، این اصلا یه اصطلاح شده توی نتورک مارکتینگ، میگه شما بساز آنها میآیند، یعنی تو کارتو انجام بده، خودتو دست کم نگیر، اونا خودشون میان. اینقدر آدمای خفن‌تر از ما میان که فقط نگاهشون میکنیم. الان توی تیممون این اتفاق افتاده، آدمای خیلی خفنی اومدن دارن میترکونن، پس خودمونو دست کم نگیریم. آقای تیم سیلز هم اینو میگه، میگه یه نفر به من گفت من تیم مثل تو نمیتونم خوب حرف بزنم، گفت منم بهش گفتم یه نفر مثل من پیدا کن. توجه دارید این صحبتی رو که ایشون کرد، واقعا باید با طلا بنویسیمش و خودمونو دست کم نگیریم. نمونه بارزش آقای دکستر یاگر، کسی بود که توی اموی کار میکرد، لکنت زبان داشت، میخواست یه پرزنت رو بذاره، باید 2 ساعت و نیم پرزنت انجام میداد، یه پرزنت 20 دقیقه. ایشون برید نگاه کنید توی بیزینس فور هوم، درآمد شما تا جایی که میدونم تا 1.5 میلیون دلار هم رسید، الان زده 600,000 دلار. 7 تا بچه داشت، از یه پا مشکل داشت، ولی یک سری آدمای خفن اومدن تو تیمشون. همینه میگن از اهرم استفاده کنید، خودتون رو دست کم نگیرید، فقط و فقط پرزنت بذارید و اون اتفاق خوب براتون میفته. مرسی که وقت گذاشتین که منم صحبت کنم، گفتم من این تجربه‌مو به اشتراک بذارم که دوستان عزیز استفاده کنن. مرسی. تمام دوستان از فردا صبح، فردا روز اول 90 روز هست، 3 تا نکته: 100% بذارید، 90 روز تو زندگی بیاید تجربه کنیم، 2 فقط کار پروداکتیو انجام بدید، لطفاً به کتابخانی و اینا زیاد مشغول نشید، فقط در حضور پراسپکت، در حضور مخاطب صحبت، پرزنت، فالو، این میشه پروداکتیو و کار نتیجه، کاری که به نتیجه ختم میشه. و خدمتتون عرض کنم نکته سوم این که حتما کاری که شروع کردی تمومش کنید. خودتون، هر کسی خودش با خودش این قولو بده کاری که شروع کرد تموم کنه، همین کافیه تا افراد دیگه هم انرژی بگیرن، ببینن شما شروع هیجان دارید، اونها هم به شما بپیوندن. ممنون و متشکرم، به تک تکتون افتخار میکنم که امروز این عدد رو زدید. خودتون رو تشویق کنید. من فکر کنم بعد دست آن میوت رو باز کردم. دوستان خوش گذشت. ماشاءالله علی بود، متشکرم، خیلی پر انگیزه بودین و به ما انگیزه دادین. مرسی، خدا حافظ.